برناندیشان تقدیم می کند. سلام، امروز میخوام یکی از کارگاه وبسایت برناندیشان رو بهتون معرفی کنم. اسم کارگاه از کارگاه روانشناسی آسیب شناسی روانی و درمان مؤثر. دانش آسیب شناسی روانی یا سایکوپاتولوژی به علم مطالعه بیماری روانی گویند که با تمرکز بر ریشه های ژنتیکی، بیولوژیکی، عوامل اجتماعی به شیوه درمان میپردازه که در آن از تکنیک های بیماری شناسی استفاده می شود. به عبارت بهتر، آسیب شناسی روانی یا روانشناسی مرضی شاخی از روانشناسی است که رفتارهای بیمارگونه و یا نابهنجار را بررسی می کند. به عبارت دیگر، آسیب شناسی روانی علم بررسی روانشناختی افراد مبتلا به اختلال روانی بر اساس ناهنجاری های رفتاری یا رفتارهای ناسازگارانه آنهاست. آسیب شناسی روانی به عنوان یکی از پایه های اصلی روانپزشکی و روانشناسی بالینی دانشی است که اختلال های و بیماری های روانی را توصیف و طبقه بندی می کند و به سبب شناسی بررسی علل ایجاد کننده اختلال می پردازد. آسیب شناسی روانی زیست شناختی یا بیولوژیکال سایکو پاتولوژی مطالعه سبب شناسی زیست شناسی ادراک رفتارها و تجربیات غیر طبیعی است. آسیب شناسی روانی کودک Child Psychopathology تخصصی است که برای سببکاوی در رفتار کودکان و نوجوانانه. آسیب شناسی روانی جانوری تخصصی است برای سببکاوی جانوران غیر انسانی. بعد تو این پکیج هم داریم علم آسیب شناسی یا سایکوپاتولوژی به علم مطالعه بیماری روانی میگن. اصطلاح آسیب شناسی روانی هم در حقیقت به مطالعه علمی اختلالات روانی همراه با عواملی که ممکنه در ارتباط با چنین اختلالات دخالت داشته باشه اشاره میکنه. دلایلی که باعث اختلالات روانی میشه ممکنه تحت طبقه بندی های مختلف مانند علل روانی، اجتماعی یا دلایل ژنتیکی هم قرار بگیره. این رشته همچنین شرایط روحی افراد در تمام طول عمر، مراحل رشد، آشکارسازی یا بروز آنها و نیز روش های درمانی را که برای مداوای تظاهرات مختلف بیماری مؤثر واقع میشه را بررسی میکنه. و برخی از اختلالات روانی ها چی هستن؟ اختلالات افسردگی عمده، یک اختلال خلقی با کمبود انرژی، کاهش خلق و خوی، از دست دادن انگیزه و داشتن افکاری برای خودکشی شناسایی می شود. اختلال شخصیت مرزی یا border personality، وجود صفاتی از قبیل روابط ناپایدار، افکار پارانویدی، بی‌ثباتی عاطفی و ظهور شدید خشم، اسکیزوفرنیا، تصورات دگرگونی شده از واقعیت، توهم و افکار خیالی در این اختلال مشاهده شده است. فوبیا، واکنش‌های بیش از حد به احساس خطر را شامل می‌شود. این فهرست جامعه نیست، اما نمونه‌ای از شرایط و علائم آنها را که می‌تواند در DSM یافت شود و نشون می‌ده. آسیب شناسی روانی هم یک مطالعه گسترده و جامع از چگونگی تشخیص اختلالات سلامت روان است که توسط متخصصان در میان افراد شناسایی می‌گردد. که تو این پکیج به تمامی جزئیات مربوط به آسیب شناسی روانی و درمان مؤثر به طور کامل پرداخته میشه، به صورت جامع و کامل و روان، که شما عزیزان میتونید برای تهیه این پکیج به وبسایت برناندیشان مراجعه بفرمایید. با تشکر از توجه شما.